خب ناظری صاحب عزیز، در مشابه به می برنامه ما شما در مورد اختیاری ادرارم صحبت کرده بودیم. درست، بله. وقت که شما کردم همکار شما به وزیزی همشری ما خانم علیزاده بوده، در مورد اختیاری ادرار ما صحبت کرده بودیم. ببینید، نرمالا وقتی که ما مایات استفاده میکنیم، وقتی که غذا را استفاده میکنیم، تمام پروسه مرحله جذب موضوعات که تکمیل شد، مثلا تمام غذاهایی که شما میگیرین، داروهایی که میگیرین، بعد از اینکه مثلا اینا از طریق دهن گرفته شد، از طریق رودای کوچک جذب بدن میشه، این در جگر به متابولیسم میرسه، بعد از او مواد مثلا که نیاز هست در بدن، الکترولیت هایی که در بدن نیاز است، مقدار کافی آبی که در بدن نیاز است، از طریق تیوبول های مشخصی که در گرده ها هستن، از طریق ساختمان های مشخصی که هر کدامش یک واحد اساسی گرده ها را تشکیل میتونه به نام نفرون میگن، نفرون و از خود اجزاها داره، پس دوباره همی مواد مفید از این مواد نیاز مورد نیاز از این الکترولیت های مورد نیاز از این جذب بدن ما میشه، جذب دوران خون میشه. آن چیزی که زاید هست، آن چیزی که نتیجه استقلاب یا تعاملات کیمیایی در بدن ما هست، مواد مضر هست، مقشقات نیتروجنی هست، تمام از اینا باید از بدن دفع شوه، بیرون برایه. بنابراین از طریق گرده ها وقتی که فیلتر صورت گرفت، از طریق حالبین که عبارت دو دانه پایپای است که از گرده ادرار را و مواد زاید را به یک تانک تخلیه میکنه، تانکر ذخیره کننده مواد زاید فیلتر شده توسط گرده در بدن ما شما مثانه هست، این در مثانه جمع میشه، به مثانه جمع میشه و بعد از او یک کاردینیشن و هماهنگی بین مغز و مثانه صورت میگیره. یعنی وقتی که مثانه جمع شد ناظری نازنین، از طریق به طور مثال سیستم اعصاب خودکار سیگنال میاد به مغز، به مغز میاد، تانکر پر شد، به مغز میاد، مثلا تانکر پر شد شر از زد او سر میکنه، این به تو یک سیگنال میده که برو ساکت بکش، صحیح است؟ درست، درست. در بدنی به چی شکل است؟ در حقیقت تمام ماشینری که شما در بیرون عالم میبینین، اصل میکانیزم اساسیش در بدن حاکم است، از روی ازی یک تخیل برای کس ایجاد شده و ماشین ساختن. شما ببینین وقتی که مثانه پر شد، ای به مغز یک سیگنال میده، به مغز سیگنال میده که بیادر تانکیت پر است. وقتی که مثلا این سیگنال داده شد، پس دوباره مغز در هماهنگی بسیار خوب با مثانه از اینجا پیام ها را میفرسته به می تانکر، که تانکر چی کنه؟ عضلات دیوالایش خود تقلص کنه، مسره یا واشل ارادی کس او خود واز بسازه و می خاطر در یک مکان مناسب شما میکچوریشن یا تبول یا رفع حاجت میکنه. خب هرگاهی که نمی پروسه بر هم خورد، طبیعی است که ما شاهد دو نوع عرض می باشیم، یا یکی یک فرد بندش در ادرار پیدا می کنه، یا یکی امکان داره ادرارش به اراده خارج شود. درست، این دو حالت پارادوکس یا برعکس است، یا ما از بی اختیاری ادرار شکایت می داشته باشیم دوستم، یا یکی از بندش ادرار شکایت می داشته باشیم، و این آرسه برعکس است. مثلا کسایی که بی اختیاری ادرار داره، یا یکی مو واشلک مثانه لیک است، سست است، درست قوام نداره، و یا یکی به طور مثال اون عضلاتی که باید درست مشک بزنن میتونه، چی منشش در قسمت اعصاب باشه، درست. چی منشش در محیط باشه، در خراج. ولی هرگاهی که ما در مورد بندش ادرار صحبت میکنیم، حادثه برعکس اوجا میشه. بنابراین به تایید حرف شما بزرگوار، ما خوب است که در مورد عواملی که باعث میشه تا یک فرد جریان ادرارش به مشکل ایجاد شوه بحث داشته باشیم. بسیار خوب. ابتدا بله بفرمایید. بله بفرمایید. السلام علیکم. سلام علیکم، بفرمایید. دکتر صاحب خوب هستین جان عزیز؟ الحمدلله، شکر فعلا خوب هستین. بفرمایید. سوال خود مطرح کنید محترم. من شاید 38 باشه، من یعنی وزنم ندارم، میگم فشار دارم، چند دفعه فشار ما 140 بود. درست. من گفتم چرا نظر چی باشه؟ اگر خونم معاینه کردم، چربی خون و فشار. سلامت، تشکر، تشکر. موضوع چربی خون یا گپای علایده است، وزن گپ علایده است، فشار گپ علایده است، شما سلامت باشین. تماس بعدی را وقت همکار عزیز کوشش کنه نمایندگی بکنیم که ما همین موضوع عوامل ادرار را توضیح بندش ادرار را توضیح بدم، چرا طبیعی در این باره سوال باز می آید. بسیار عالی. بنابراین پیش از او ما کوشش میکنیم که اکثر سوال ها حل شود. بسیار خوب. در مورد از این موضوع فشار با صحبت میکنیم، یگان مریض مثلا در معاینه خانه من ناظری چی میگه؟ مثلا میگه دکتر صاحب، من با وجود 25 سال هستم فشارم بالا میره، هیچ نفهمیدم که علتش چی است. و بدر تو هیرا با بیازه نمیفهمی، هیرا کسی میفهمه که مثلا حداقل
یک بتر مثال 1000 کتاب طبی را واز و بسته کرده باشه، حالا تو که کل دردت بفهمی ما خیلی چی کنم در جامعه. خب عرض ما چی است؟ عرض ما در این است که عواملی که باعث میشه تا بندش را در جریان تخلی ادرار در نزد یک فرد ایجاد کنه، ابتدا به دو کتگوری تصنیف بندی میشه، یک حاد، دو مزمن. مثلا یک نفر در گذشته اصلا کدام مشکل در پروسه رفع حاجت خود نداشته، یک دفعه بندش ادرار پیدا میکنه، زیر بتر مثال ناف و قسمت بالای فوق آنه پندش پیدا میکنه، بسیار یک ناراحتی و یک درد قسمت شدید را در زیرای دل خود تجربه میکنه. این بندش ادرار حاد میگن، یعنی acute urinary retention، کی بسیار مداخله عاجل ضرورت داره، مریض باید تیز که بستر شود، بدون تثبیت کدام علت یک فولیکات تر برش تطبیق میشه تا اینکه به طور مثال محتوای مثانه تخلیه شود و گپ حل شود. این بندش هدرار حاد است که در سر عوامل مختلف امکان داره پیش یک فرد ایجاد شود. ولی وقتی ما در مورد کرونیک یورینری ریتنشن صحبت میکنیم، یعنی احتباس ادرار یا بندش ادرار که به شکل مزمن در نزد یک فرد ایجاد شده باشه، عوامل از این مستند بر معتبرترین مؤاخذه که در بخش یورولوژی کار میکنند به 5 کاتگوری عمده تقسیم بندی میکنند. این کاتگوری امروز خب نمبر اول این امکان داره که در سیر تزیقات و بندشا در مجرای بولی ایجاد شوه. متوجه هستی ناظری؟ بله. تزیقات یا بندشا در مجرای بولی. مجرای بولی از کجاست؟ از نام دو تا پایپای آلب شروع میشه، مثلا سیستمایی که در مثانه است و پایپی که از مثانه ادرار را از طریق آله ذکر و مرد و زن به بیرون میکشه. متوجه هستین؟ هر نوع بندشی که دینامی مجرا باشه باعث میشه تا یک فرد ادرارش درست تخلیه نشه. مثلا پروستات غده است، در بین مثانه و بتر مثال در بین مثانه و احلیل در نزد یک فرد موقعیت داره، این غده مثلا جسامت کافی داره، مایع منویر در مرد تولید میکنه، بعض اوقات این زخامه میکنه، درست. کلان میشه. وقتی که کلان شد، عمو مجرای ادرار که از بین ازی تیر شده اینا تحت فشار قرار میده. وقتی که تحت فشار قرار داد، طبیعی است که فرد از ایرادینگ وایدینگ سیمپتومز شکایت می داشته باشه، یعنی میگه من تشناب میرم، جریان ادرارم ضعیف میایه، ادرارم چک چک میایه، تشناب میرم تخلیه نمیشم، با وجودی که مثلا میرم رفع حاجت میکنم ولی دلم میشه که باز برم. یک بندش در جریان مجرای ادرار شد. یا اینکه به طور مثال کدام کس اگر سنگ در حاله بش بند برده باشه، سنگ در مکان به طور مثال وصل شدن حاله با مثانه بند مانده باشه، کسایی که بعد از مثلا تطبیق یگان پایپ کاتتر یا یک ندبه یا اسکر در خود احلیل که پایپی هست که از مثانه ادرار را میکشه، یا ای که مثلا در قسمت های مختلف دیگه هر نوع ندبه که ایجاد شده باشه باعث میشه تا ما بندش ادرار را در جریان رفع کردن حاجت تجربه کنیم. یعنی هر نوع تزیقات و بندشا در طرق بولی امکان داره باعث احتباس حاد احتباس ادرار متقطع یا طولانی مدت در نزد یک فرد شود. دوم انتانات انتانات میکروب ها، درست. چی این انتانات مثانه را موف کنه، چی پایپ ادرار را موف کنه و چی غده پروستات را موف کنه، همه و همه به اساس پروسه التهاب و ورمی که در طرق بولی ایجاد میشه منجر به تحسس بندش ادرار در نزد یک زن یا مرد شده میتونه. سوم دواها، دواهای عصبی، دواهای افسردگی، دواهای کنترل کننده فشار، بعض دواهایی که به خاطر تداوی جنون استفاده میشه، بعض دواهایی که به خاطر تداوی حساسیت ها استفاده میشه، اینا همش یکی از جمله عوارضش امکان داره که احتباس ادرار باشه. پس وقتی که تو دوا را تعویض کردی یا قطع کردی گپ حل میشه، یعنی دواها یکی از جمله عوامل از این موضوع بوده میشونه. چهارم هر نوع آفات سیستم اعصاب مرکزی، مثلا یک نفر از جور تیار بوده بعد از اینکه سکته مغزی زده شه آله به طرم سال ادرارش بند شده، یا یک نفر اصلا به طرم سال ملتیپل اسکلروز داره یا اسکلروز چندگانه دماغ داره که روز بر روز جرات عصبی در مغز خود تخریب کرده میره، کسایی که پارکینسون داره که لرزش در سر و لرزش در دست می داشته باشن، اینا امکان داره که احتباس یا بندش ادرار را تجربه کنن، و کسایی که دیابت یا شکر می داشته باشه، مریض شکر امکان داره اختیار ادرار خود از دست بده یا اینکه برعکس بندش ادرار را تجربه کنه، مریض شکر امکان داره که ایسال باشه برعکس امکان داره قبضیت باشه، مریض شکر امکان داره به طور مثال از افرازات بیش از حد دهن شکایت داشته باشه یا برعکس بعض اوقات خشکی دهن را تجربه کنه. بنابراین دیابت یا شکر یکی از جمله عوامل خیلی معمول بندش و بی اراده بودن اختیار میتونه که باشه. و در آخر هر نوع جرایایی که در قسمت های حساس صورت بگیره، مثلا یک نفر است ستون فقراتش دیسک کمر داشت، بعد از اینکه عملیات شد میبینیم که بی اختیاری ادرار پیدا کرده و یک
برعکس بنده شدرار پرداخته کسایی که عملیات های مقعد پیشان اجرا میشه، کسایی که عملیات های اوصله پیشان اجرا میشه و مادرهایی که بیش از حد ولادت ها را از طریق نرمال تجربه میکنن، چانس بی اختیاری ادرار و احتباس ادرار در نزد از افراد بیشتر میباشه. پس اگر عوامل را مجمع بندی بکنم، در کل عواملی که باعث میشه تا احتباس و بندش ادرار را در نزد یک فرد به شکل مزمن و مداوم ایجاد کنه به پنج کتگوری هم راست تقسیم بندی میشه: یا تزیقات موجود است، یا داروها است، یا فرد جرایان را تجربه کنه، یا امراض عصبی هست، و یا که به طور مثال در سیر انتانات میکروب و میکروب ها میتونه ایجاد شود. این حال شما میفهمین تماسا و ما میفهمم کتی هم وطنا. درست دکتر سبی، عوامل بین زن و مرد مشترک است؟ فرق میکنه. شکر میتونه زن بگیره، میتونه مرد بگیره، ولی وقتی مثلا پروسه ولادت را صحبت میکنیم یک موضوع معمول در طبقه اوناس هستن، نظر به هر علت فرق میکنه، ولی بی اختیاری ادرار و همچنان احتباس ادرار هم امکان داره در مردها ایجاد شود، امکان داره در زنها ایجاد شود. یک موضوع فراموش من نشه، با استثنای یک 6 7 علت از اینکه مربوط به داخله میشه، مربوط به دکتر صاحبای داخله میشه، دیگر تداوی از این، رای از این، چاره از این، جرایی از این، دکتر جرای یورولوژی میفهمه و مریض میفهمه. حال خدا نخواسته کدام تجسس بیمار نشه. یک باور سابق وجود داشته، نمیفهمم که فعلا هست در بین مردم یا خیر، همه صافه که میجوشان در تیدک مثلا شیر گوسفند اینا رو بازم قسماق یا مثلا تهمانده از هر قسم کد میخورد، بچار نمیدادن که سنگ میارن و این سنگ سبب بندش ادرار میشه و خیلی اتفاق افتاد. منگی که در زیر دیگ یا میباشه؟ منگ یا مو یا قسماق، حالا ساده بگویم محله که همه بفهمن. ناظری صبر نازنین، ناظری صبر نازنین، وقتی ما مثلا طفل بودیم، یک مثلا فکر کو که ریگ در برنجی یا پول یا که میبودی که دندان میاد، حالا میگو گرده های سنگ میسازه. در حالی که تحسس سنگ در گرده و سنگ در کیسه صفرا میکانیزم های داره که اگر تو سنگ هم قرط کنی که از ارتباط نداره. خب اون مبحث علایده است، این مبحث علایده است. وقتی که سنگ در نزد یک فرد ایجاد میشه، او تجمع کریستال هاست، تجمع کریستال های مختلف، ولی بدون شک کسایی که بیش از حد پروتین میگیرن، کسایی که بیش از حد غذاهای مثلا حیوانی مثل گوشت یا پاویار استفاده میکنن، ترکاری کم میگیرن، در پالی از ورزش ندارن، فعالیت فیزیکی ندارن، وزنشان زیاد است و انتانات متکرر طرق بولی را میداشته باشن، چانس تاسس سنگ ها در طرق بولی از اینا بیشتر است نسبت به افراد دیگه. بسیار خوب، بسیار خوب. شماره را همکار اعلام بکنیم، شماره تلفن ما به بینندگان عزیز میگم: 020-250-38-88 و بازم 020-250-34-44. دکتر هم حفظ کردنی؟ والا ما با یک دفعه دیگه هم گفتیم که زیاد توجه و تمرکز درست بله بله شماره ندارم، ولی بار تکرار میشن، قدر حافظه ضعیف نخواد داشت. موضوع بحث ما در ارتباط با بندش ادرار از خانواده های عزیز و بینندگان محترمی که سوال دارن و مهمان برنامه هم جناب نگزاد صاحب هست، استاد دانشگاه و متخصص داخل عمومی. شما وقتی تماس میگیرین، همکارای ما از اتاق فرمان هماهنگی میکنه و سوال جواب شما با دکتر صاحب انجام میشه. اختلالات چیه دکتر صاحب؟ در مجموع چه مشکلات را بار میارن و چه خطرهایی را پیش؟ خب اول بدون شک در پالی که از لحاظ اجتماعی در نزد یک فرد ایجاد یک کلان مشکل است، یا از لحاظ اجتماعی یک فرد مشکل ایجاد میکنه، طبیعی است. مثلا در هر جای تشناب در دست است، خصوصا در افغانستان نیست که یک فرد در پالی بندش اگر تکرر ادرار داشته باشه بار بار به تشناب رفته بتونه. کسایی که خصوصا تکلیف پروستات می داشته باشند، از لحاظ مثلا اجتماعی خصوصا در زمستان هوا سرد است، بار اینا ضرورت میشه که در پنج وقت عضو بگیرن، به خاطر از اینکه مثلا خارج شدن قطره قطره ادرار بعد از اینکه با وجودی که فعل تبول را اجرا میکنن که به نام پست وایدینگ دریبلینگ میگن، یعنی چک چک آمدن ادرار بعد از اینکه رفاجت هم صورت میگیره، این منجر به این میشه که فرد بار عضو بگیره. بنابر این طبیعی است در پلی مشکلات به طور مثال اجتماعی بعض اوقات مشکلات سیهری ایجاد میکنن. شما وقتی که مثلا بندش در مجرای ادرار داشته باشین، شلا مربوط مجبور است کلاسوس کنه، قانون چه قسم است؟ خوب متوجه باش ناظری، وقتی که مثلا از گرده ها ادرار فیلتر شده میاد در پایپا، یک مسرگک یا واشلک وجود داره که نمی پایپا را به این مثانه وصل میکنه، متوجه هستین؟ وقتی که مثانه از ادرار جمع شد خب
مجبور که بیرون بره که بیرون را پس بالا میره وقتی که بالا رفت امکان داره که در طولانی مدت گرده را فلج کنه دوستم گرده را فلج کنه و اینه برام ابستراکتیف نفروپاتی میگن یعنی فلج گرده ها که ناشی از بندش مزمن یا معند ادرار ایجاد میشه بنابر یکی از جمله عوامل که گرده یک نفر فلج میشه خراب میشه تخریب میشه و نیاز به پیوند گرده و نیاز به وصل کردن به ماشین میشه همین بندش ها بازم تماس داریم بگیریم تماس بفرمایید بله سلام علیکم سلام علیکم بفرمایید دکتر صد خوب هستین بخیر هستین نمی دختر ما 2 ساله بود حال شده 10 ساله دو سالگی شکر پیدا کرده بود این 8 سال میشه شکر داره باز این شکرش که میره ماینه میکنم نگه شکرش برابر است فقط اوخوریش بیش از حد داره درست درست سلامت دیزمکس استفاده میکنیم اونو برای ضرورت خوب است بزرگوار عرض مرا بشنو که من چی میگم برات در 24 ساعت می دخترک اگر دوا برش نتین در 24 ساعت می دخترک اگر دوا برش نتین از همی بوتلای کلان او یک 5 تاشه میخوره صحیح نمی 24 ساعت که دوا نتیم یا 24 ساعت نمی دل تره و بسار همی تو چست نخوره سلامت بخیر باشین تشکر تشکر سلامت باشین من 10 سال پیش وقتی که در ماینه خانه کار میکردم با وجودی که مثلا این موضوعات طبی را خوانده بودیم یکی موضوعی است که تو در فاکولته میخونی باز یکی تطبیق کردن از چیز خواندگی فاکولته در سایه کلینیک است مثلا اگه انجینر خوانده که تو محاسبه میرسه تا میره استاد میشه ایران میمونه که چیره اول زودتر محاسبه کنه کار پرکتیس و کلینیک که چیزی که باز تیوری تو میخونی فرق داره خب اینال گپ در چی است بر ما 10 سال پیش اول یک دانه اشتوک آوردن اشتوک هم نبود بچه 12 یا 11 ساله بود ناظرین نوت کو تماس اینو نوت کردیم بفرمایید سلام بفرمایید بله سلام علیکم سلام به دکتر تشکر بر شما علیکم سلام سوالتون چیه من یک مشکل ادرار دارم سه دفعه عملیات شدم عملیات به خاطر طفل سیزارین شدی سب خب سیزارین بله با زمین مشکل ادرار دارم که همیشه من تمرین میکنم به خاطر وزنم زیاد است بله در سایه تمرین زیاد ادرار میریزه خب بی اختیاری ادرار داری یعنی با وجود که خودت نمیخوایی خروج غیر ارادی ادرار صورت میگیره خوارم چند سال عمر داری تو؟ تمرین میکنم ادرار میریزه دیگه چند سال عمر داری؟ 40 سال 40 سال چند کیلو وزن داری؟ 80 شکر نداری؟ نه درست در گذشته بدون سیزارین دیگه عملیات نشدی عملیات به وسیل عملیات های به ترمسال دامن یار نشدی نه نشدن گفتن نشدن تماس قطع شد خب تشکر توضیحات از طریق رادیو تلویزیون بشنوید ممنون شما هستیم ناظری صاحب مقصد سوالایی که مطرح شده هر کدام جواب طولانی ضرورت داره که اگر تماس میگیرین مقصد باز یک دیگه مگر بله یک فرصت هم اگر بازم تماس دارین دکتر صاحب بفرمایید ما هم اینجا سیستم کمی بله سلام علیکم صدای شما را بمیداده از تماس گرفتیم بسیار خوش آمدین بفرمایید سوالتان چی است سلامت باش بفرمایید سوالتان داده از من دارم من پروستات دارم پروستات دارم این بسیار در تعلیم از مثلا چیز میرم زور کم کم نه شو ده پیرت بود ده پیرت میخیزم اینم بسیار به تعلیم از من چند سال است که مشکل داری آجی سه پروستات و کل اگه دارم بگو تکلیف پروستات دارم تعلیمی دیگه عملیات دارم دو سال شده از عملیاتم تعلیم برم پیش دیگه عملیات پروستات شدی؟ پیش دکتر سالم خیر از دامز دکتر کی پرسان کدم آجی سه بزد رارت خون نمیه نه خوب نمیه سلامت بخیر باشید تشکر از شما محترم کمک عدم و هماهنگی بین صحبت‌های ما و حاجی صاحب وجود داشت خیر باشه خب دوستان اگر تماس با تعقیب کنیم خوب نمیه برای یک چند دقیقه تا دکتر صاحب ببینیم توضیحات به کجا میرسن که وقت چقدر میمان یا نمیمان خیلی بسیار مضر است خب سوالا رو از اخیر به اول میرم با خاطر کاستاس تا حافظه بیان میاد یک حاجی صاحب باز کار پیش نه خب امی عمتن اخیر ما که تماس گرفته بودن میگه من پروستات دارم ناظری پروستات تو هم داری من دارم خوده است که در مردا است همه نه در مردا درست طبقه اوناس پروستات نداره یعنی همه مردا بله بله همه مردا هم بگین با اسلام هم بگین ما کلی مال ما خونا خو تصویر نیستن نه میجرا میگم یا خود است یا خود است پروستات یا خود است ولی این خود حالا باش که همکارتون خنده داره یک موضوع رو براتون قصه کنم بعض در سابق همین دکتر صاحب کسایی که در بخش اولتراسام کار میتد کاغذ ها را تیار میموندن کاغذ ها را تیار میموند که مثلا یک زن که ماینی نسایی میشد وقتی
مشکل نمی داشتک چون اون نشته بود که جگر دیده شد گرده دیده شد اثر تایپ نمی کرد درست و وترم سالی دیده شد دیده شد باز می داد دمی زیرش می گفت نرمال استدی یعنی اینم یاره دیم کلش نرمال است اینم تو به می پروسه شده بوده که یک روز یک کاغذ امو آماده شده مرد به زن داده بودن حالا اون برای جنجال شده بود نشته کرده بود که غده پروستات به زن نرمال است در حالی که غده پروستات اصلا به زن هیچ وجود نداره حالا ایران مان کی به طور مثال کدام سندروم ولادی است به خاطر بعض سندروم های ولادی است که یک فرد خصوصیات مشترک زن و مرد می داشته باشه پس آن دیدیم سب که لامذب فقط اونم راپور به طرف سال یک مرد به زن داده بوده و یک اشتباه دیگه هم شده بود دکتر سیب یک کس یک مرد میخواست که ادرارش معاینه شو بله. با دو ادرار درا چپا میشه بازی عجله میکنه مرا ادرار خانم برده بوده باز اونجا که معاینه میشه گفت تو حامله هستی بعد اون چالش ها میتونه موجود باشه ولی حرفی که باید بیان شوه موضوع پروستات پروستات به کلگی است یا غده است یکی از جمله اجزای اساسی طرق بولی و تناسلی یک مادر تشکیل میده ولی با پیشرفت سن دو امکان داره چالش ها در پروستات ایجاد سه مرض امکان داره خیلی معمول در پروستات ایجاد شده در اول پروستاتایتیس یعنی التهاب غده پروستات در اثر انتانات و میکروب ها که امکان داره حاد باشه مزمن باشه یک دوم چانس تحسس سرطان پروستات در نزد مردا بسیار بلند است و دومین یا سومین سرطان معمول در نزد مردا تشکیل میتر دو سوم عبارت از زخامی سلیم پروستات است که از لحاظ طبابت به نام بی پی ایچ یا بیناین پروستات هایپرپلاژیا میگن یعنی پروستات خود زخامه میکنه کلان میشه تغییر در نزد چشمه ولی تغییرات سرطانی نمیشه این واجس ولی از صحبت های ما سوی برداشت نکنه که الان دکتر گفت من سرطان دارم نه خیر ولی کلان شدن پروستات به شکل سلیم هم با سرطان پروستات بعض اوقات مخالطه میشه بنابراین هر مریضی که بندش در جریان ادرار داشته باشه سنش بیشتر از 50 سال باشه در مایع منویش خون بیاید در ادرارش خون بیاید روز به روز وزنش کم شه لاغر شه خشک شه اولین کار که میکنه اینا باید پی سی خود ببینن پروستات اسپسیفیک انتیجن این معاینه است که در خون میشه اگر خدای نخواسته گراف ازی از دبلند میره چانس از این را پیش ما تخیلش زیادتر می سازه که خدای نخواسته مبادا ای کلان شدن پروستات کدام آفت سرطانی باشه به می خاطر باید سریع اقدام صورت بگیره پی اس ای پروستات سپسیفیک انتیجن در لابراتوارای کلان اجرا می شه ای باید اجرا شه که از چار پایان تر نرمال است چار تا ده که بوده مشکوک است از ده که بالا بود چانس به ترم سال سرطان ها را پیش ما بیشتر می سازه و اگر از 50 و 100 بلند بود مشکوکیت سرطان بسیار بلند می ره ای باید موضوع ارجابی شد چرا اینا گفتن که ما سابق عملیات هم کردیم بنابراین باید غافل نشن در این موضوع توجه کنن ولی من نمیگم خدای نخواسته که حاجی صاحب خدای نخواسته سرطان پروستات داره من گفتم که یکی دیگه غلط میشه و شب 12 بار گفت من حتی میرم برای ادرار هر کسی که تکلیف پروستات می داشته باشه فرکانسی داره یعنی که بار تشناب میره اورجنسی داره یعنی به طور مثال وقتی که ادرار میگیریش سریع باید برای خود تخلیه کنه در پای از پلی از پست وایدینگ دریبلینگ می داشته باشه یعنی وقتی که ادرار میکنه چک 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 ادرار خارج میشه جریان به طور مثال ادرار خود ضعیف میسازه و مو فشاری که پرتاب ادرار می داشته باشه و طبیعی است که تنزیل پیدا میکنه این در تمام آفات یورولوژیک عام هست بخصوص در زخامی سلیم پروستات خب چی رای حل داره درست. ما که دکتر سایبای داخله هستیم برای این مریضا دوایی که توصیه میکنیم به طور مثال برای 5 الفا ریدکتیز انهیبیتور است در پلی از به طور مثال الفا بلاکر ها مثل تامسلوسین الفازوسین پیرازوسین دوکسازوسین فیناستراید دوتاسیراید تادالافیل این دوایی است که مریضا ایره میگیره ولی را در اقل مریض در حدود 6 الا 12 ماه استفاده کنه که 30 الا 40 فیصد سایز پروستات خود خورد بسازه خب برخود کردن است درست متوجه شدین حد اقل 6 ماه سایز پروستات خود میسازه کاتی از این شد نشد عملیات های ترپ میشه همه اشرف غنی که پیش از اینکه گریخته بود یک دم شفخانه 400 بستر که عملیات کرده در عملیات ترپ کرده بود که از طریق پایپ ادرار وسیله داخل میشه و پروستات تراش میکنن این به نام ترانس یورترا ریزکشن اف دی پروستات گلند میگن از طریق مجرای ادرار عملیات های لیزری امکان داره که جاشه و اگر نشد عملیات باز که این عملیات هایی که ما به طرز مثال که بگیریم دست و میلر رو دکتر یورولوژی میفهمه کار دوایش مربوط دکتر صاحب داخله و یورولوژی در کل میشه اینا باید سریعا به یک دکتر صاحب یورولوژی مشوره داشته باشن اما همشیر دوم ما که گفتن من چاق هستم تماس خونه دارین تماس خونه دارین ها کار تماس نه فقط دور تصریحات بله اختیاری ادرار دارن وزنشان زیاد است ما یک روز به صورت مفصل در مورد بی اختیاری ادرار صحبت کردیم بسیار یک موضوع کلان است خواهر گرامی شما اگر لطف کنین اگر کتین اینترنت یاد دسترسی دارین دمی اینترنت یوتیوب فقط یک بی اختیاری ادرار نشته کنین 3-4 ویدیو میآید به خاطر که بیشتر از 10-15 علت است که مشکل را ایجاد میکنه ولادت های متکرر در زنا ولادت های مهبلی زیاد بودن و
وزن و در پلی از او تغییرات هورمونی، کسایی که شکر می داشته باشند، کسایی که به ترمسال مشکلات دست کمر می داشته باشند، کسایی که آفات عصبی می داشته باشند، کسایی که آفات روحی و روانی می داشته باشند، همه و همه امکان داره باعث تأسس خارج شدن بی اراده ادرار چه در شب چه در روز در نزد یک مرد یا زن شود. بیشتر پیش از این احتمال میره که این موضوع چاقی باشه. چرا وقتی سیزارین بار گفت سیزارین میفهمی چانس تأسس بی اختیاری ادرار را پیش از زنا کم میکنه. خب متوجه هستین؟ کم میسازه. چرا؟ اما فشاری که در جریان ولادت باید یک زن متحمل شه و اونو از بین میره بخیر. متوجه هستین؟ بنابراین کسایی که سیزارینا بش به خاطر پروستی ولادت پیشان تطبیق شده نسبت به کسایی که ولادت های نرمال محبلی ده تجربه میکنند، اینا پیششان بی اختیاری ادرار و احتباس ادرار پیش کسایی که ولادت نرمال ده تجربه میکنند زیاد است. چون در نرمال فشار زیاده ده سیزارین فشار هم زیاده و در پلی در جریان پروسه دلیوری ولادت امکان داره یک سل آسیبای حجرات عصبی در قسمت حوصله پیش خانم ایجاد شوه. بنابراین سیزارین به این موضوع ارتباط نداره، بیشتر موضوع وزنشان است. اینا یک بزرگی بکنن، وزن خود کم کنن، زور زیاد نزنن، چیزای گرنگ نوردارن و در پلی از او حرکات را به نام حرکات قوام بخش به عضلات حوصله میگن که باعث میشه تا عضلاتی که در قسمت حوصله است قوام پیدا کنه و واشالات درست کار بده. اینیا را در مجریان پروسه سپورت خود برام کیگل اکسرسایز را میگن، در اینترنت سرچ کنن. اونا را وقتی که دیدن امکان داره با این پروسه کم کردن وزن راه حل به این مشکلشان ایجاد شد. هموطن دیگه ما که تماس گرفته بودن گفتن شکر داره، ولی وقتی ما میریم شکرش چک میکنیم میگن نرمال است. اینا سه که برشون درست معلومات داده نشده. ناظری، ما یکی دیابتس ملیتوس داریم، یکی دیابتس انسیپیدوس داریم. دیابتس ملیتوس، دیابتس انسیپیدوس. ملیتوس وقتی که ما میگیم اینمی شکر مزدار است. میفهمی شکر مزدار چی مانا؟ یعنی به این مفهوم که مریضا گلوکوز یوریا داره، از ادرارشان گلوکوز خارج میشه. درست. یکی و در پلی از او این مریضا در پلی که زیاد مینوشن زیاد تشناب میرن، سوی قند هم در خون بلند است. تو وقتی که تعریف دیابت را میخوانی، دیابتس ملیتوس ایام دیابت مزداره که در خرد و کلانی ها ایجاد میشه و بارها در این برنامه ما بحث کردیم، این وصف اساسیش بلند بودن قند خون است و به اساس بلند بودن قند خون بی نظمی استقلابی در بدن ایجاد میشه که فرد زیاد مینوشه زیاد تشناب میره. ولی نوع دیگه را به نام دیابتس انسیپیدوس میگن. پیش از اینا اینی نوع شکر موجود است، به نام دیابتس انسیپیدوس یا شکر بیمزه میگن. این شکر بیمزه چی مشکل است؟ ناظری خوب دقت کن. درست. ما شما غده هایپوفیز یا غده نخامیه وقتی که مورد ارزیابی قرار بگیری یا پیتیوتری گلند که در مغز ما اولی غدوات بسیار عمده است، این آنتریور پارت و پاستریور پارت داره، یعنی فص قدامی و فص خلفی داره. از همین پشت سر این همین غدغه که به اندازه نخود از دورمون آزاد میشه، مواد کیمیاوی که کل بدن کنترل میکنه، یکی برای وازوپرسین است و دیگه برای اکسیتوسین است. اکسیتوسین در جریان به طرم سال ولادت یک زن کمک میکنه که رحمش تقلص کنه و وازوپرسین هورمون ضد ادرار را میگه از اونجا باید آزاد شوه که به طرم سال در سر گردا احکام بده که جمع کو ادرار بیگی. متوجه شدین؟ درست. یکی وجه، یکی به طرم سال گردا باید درست تیوبولایش کار کنه تا اینکه به اندازه کافی آب تو گرفته بتانه. خب به اساس هر علت چی کسبی چی ذاتی. کسبی به این مفهوم که به طرم سال یک نفر جور تیار است، یک دفعه موتر تکر میکنه کلش در سترینگ میخوره اما غده نخامیش خود به طرم سال خون ریزی میته خراب میکنه. یکی ذاتی از پیدایشی یک فرد مشکل میداشته باشه، به این خاطر اونمو هورمونی که از فص خلفی غده نخامیه در یک فرد نرمال آزاد میشه و ایده به نام انتی دیوریتیک هورمون یا هورمون ضد ادرار میگن، یا ایده ای مریضا مشکل میداشته باشه یا ای که او هورمون جور است تیوبولای گرده آب به اندازه کافی جذب کرده نمیتونه. به می خاطر ما دو نوع شکر بیمزه داریم، یکی به طور مثال سنترال دیابتس انسیپیدوس است که منشأ در غده نخامی است و یکی عبارت از نفروجنیک دیابتس انسیپیدوس است که منشأ در گرده است. تداوی از این کسب است تابلتا یا اسپریای دسموپرسین است. درست. یعنی اونم هورمون ضد ادرار به شکل ترکیبی بر مریض یا از طریق بینی اسپری تطبیق میکنن یا میتن تا اینکه کار اونم هورمونی که در مغز باید آزاد میشد و نمیشه اینو می دوا بکنن. تداوی از این عمری است
این مریض تا که زنده است باید اونموی سپریگه که خوده یا که تابلیتی که برش توصیه شده یا پیچکاریگه که توصیه شده و این پیچکاری سنتریک دسموپریسین است این را باید یک روز هم قضا برای طفل هم تداوی هست داگه سب؟ اینمی طفل اینمی دوایش است این مرض به طور مثال بسیار نادر نیست آمه ولی برای از اینا به طور مثال سوی تفاهم ایجاد شده او شکره که تو میری خون از او را چک میکنی و قند و خون بلند میمانه قطعه از این او شکره که طفله که تو داره فرق داره و جوان دیابتوس میلیتوس دیگه چیز است دیابتوس انسپیدوس دیگه چیز است در اینا فقط اونم هرمون یا در غده نخامه مشکل داره یا در خود گردگه کار ولی یادتان باشه از این طفله تیوبولای گردیش مشکل نداره چرا؟ اگر تیوبولای گردی از این مشکل میداشت باز قطعه از او اسپریه چاره از این نمیشد بنابراین منشه در اونمو هرمون مغز است مغز از این اونمو هرمونک غده نخامهش اونمو هرمونک دسموپریسین یا انتیدیوریتیک هرمون آزاد کرده نمیتونه به می خاطر ای اگه اونمو دوا را نگیره در 24 ساعت یک طفل خرد دو ساله اونو ببینی که پدرش چی میگه میگه دل تراوا میخوره ولی اگه تو خورده بتانی بنابراین چون اینا هرمون ضد ادرار نداره از اینو میخوره از دوست چالان است به می خاطر اسپری تابلت یا که پیچکاری دسموپریسین برای اینا راه حل مشکلشان خسته نباش دکتر صاحب بسیار تشکر بخیر باشین از توضیحات شما ممنون.